سلام، اینجا دانشکده هنر دانشگاه هرات است و ما امروز آمدیم به نمایشگاه نقطه کور، نمایشگاهی که از بازدید کنندگان این گونه استقبال شده و یک نمایشگاه اعتراضی هست که یک هنرمند جوان هراتی این نمایشگاه را برگزار کرده و در این نمایشگاه بیشتر آثاری به نمایش گذاشته شده که به هر حال بیانگر وحشت هست و همچنانی که پیام اعتراضی داره نسبت به اون چی که امکنون در افغانستان میگذره و کشتار نظامیان هست. در کنار برگزار کننده نمایشگاه هسته. سلام، وقت شما بخیر. خوبه؟ سلام، ممنون. شما معرفی بکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نامید نصیری هستم، از فارغ التحصیل رشته نقاشی. خیلی خوب خانم نصیری، میشه که میتونه با شما قدم بزنیم در مورد نمایشگاه میشه صحبت بکنیم که هدف از برگزاری نمایشگاه نقطه کور بیشتر چه بود و ما موقعی که وارد نمایشگاه میشدیم دیدیم که رد پای خون هست. هدف از برگزاری این نمایشگاه یک نوع اعتراض شدید نسبت به حالتی که فعلا در جامعه داریم و که هر روز خبر انتحاری و جنگ و خون و خونریزی واقعا داره از لحاظ روحی روانی انسانهای دیگر نابود میکنه. و وقتی که وارد نمایشگاه میشین، کارا که دقت کنین، اول یک نوع ترس به انسان وارد میکنه، ولی وقتی به عمق یک تابلو برین متوجه میشین که حالت زجر و ناله و ناتوانی انسان رو نشون میده که در حقیقت حالت روحی روانی انسانهای جامعه افغانستان رو میخواستم به تصویر بکشم. بله، طور که شما یاد کردیم، خب خیلی از ماها خسته شدیم از جنگی که فعلا در افغانستان جاری هست و در آثار شما هم دیده میشه. بشه بیشتر در مورد سبک هنری بگیم، اینا نقاشی شده یا کارهای گرافیکی هست؟ تکنیکی که من استفاده کردم تکنیک سیاه قلم نقاشیه، از طریق کنته و یک کاغذ به نام اشتنباق استفاده شده و گرافیک نیه، نقاشیه. 12 اثر هنری کار کردم با سایزهای مختلف و در واقع دو هدف داشتم. یکی هدفی که گفتم یک نوع اعتراضه و هدف دوم میخواستم این حالت یک نواختی نمایشگاه ها تغییر بدم، بخاطر که هرچی نمایشگاه رفتم یکسان بود و اومدم یک نوع تفاوتی برای نمایشگاه ها ایجاد کردم. از طریق فضا، دکور استفاده کردم و همچنین تکنیک استفاده شده متفاوت بوده و با سوژه های متفاوت. ممنون. انشالله که موفق باشین. طوری که شما یاد کردیم نمایشگاه متفاوتی هست و به نحوی میشه گفت از قالب کلیشه ها فرار کردیم و کار متفاوتی را انجام دادیم. توقع شما خانم نصیری به عنوان یک هنرمند از جناهایی که مردم را میکشند چیست؟ با برگزاری نمایشگاه پیام اصلیم به که تمام کسانی که انتحاری میکنن، قتل و خونریزی میکنن، اینه که واقعا بس دیگه، خسته شدیم، بگذاریم ما هم یک نفس راحتی به این جامعه بکشیم، زیبایی های جامعه درک کنیم، آرامش داشته باشیم. و یک نفر وقتی از خونه خوب بیرون میشه واقعا یک امیدی داشته باشه که پس دوباره به خونه بر میگرده و میتونه تاثیرات مخربی رو همه ما داشته باشه. تشکر از خانم نصیری و چند تا از این آثار خود شما مشاهده میکنید، کارهای هنری متفاوتی که در ولایت هرات انجام شده توسط خانم ناید نصیری، کارهای بسیار جالبی هست و حالا ممکن وحشت در این آثار هنری به چشم بخوره، اما آن چیزیه که نمیشه انکار کرد در افغانستان. پیرزنی رو میبینیم که گل سرخ روی روسری او است و چهره ناراحت و خشن که در این نقاشی به تصویر کشیده شده و این طرف هم اکثرا نقاشی هایی که است شکل سیاه‌سفید میباشه و به نحوی میشه گفت کارهای متفاوتی هست و کارهای ارزشمند میباشه و به شکل اعتراض و به رسم اعتراض کف سالون این نمایشگاه آمدن و به این شکل با رنگ خون ترسیم کردن تا همو حالت ایجاد بکنند و این کار هنری دیگری رو میبینیم، جمجمه سر یک انسان که به شکل هنری در اینجی به نمایش گذاشته شده و این طرف هم عروسک یک طفل
که به هر حال در این نمایشگاه به این شکل توسط ساتور یا توسط تبر سر او عروسک قطع شده و سر آرزوهای او به نحوی میشه گفت قطع گردیده، و این طرف هم یک کودک به شکل اعتراضی و بر رسم اعتراض چراغی در دست داره که میریم با او چند لحظه انقلاب میشیم و چهره وحشتناک هم برای خود درست کرده. خوبی خوارمه؟ بله. اسم تو چیه؟ آتنا. آتنا، چرا این چهره به خود ساختی؟ خط وحشتناک شده. آه. خودت از جنگ خسته نشدی؟ نه. خسته شدی دیگه از جنگ؟ ما خسته شدیم. نه، جنگ دوست نداری؟ داری؟ دوست داری صلح باشه؟ آه. خیلی خوب. چی احساسی داری که هیت یک تیپی برای خود جور کردی؟ احساس خوبی داری؟ خیلی خوب. تو از کسایی که آدم ها رو میکشن چی میگی؟ برای اینا چی میگی بگی؟ خوب خوب کاری آدم کشتن؟ نه، خوب نیست. به عنوان یک طفل دوست داری در آینده در کشور تو صلح و آرامش باشه؟ بله. خیلی خوب. پیام تو چیه برای اینا؟ میتونی یک چیزی برای اینا بگی که آدم ها رو دیگه نکشن؟ من به اینا میگم که دیگه هیچ وقت آدم ها نکشن خاطر صلح به کشور ما. آفرین. پس تو هم به عنوان یک کودک تشنه صلحی، درسته؟ بله. انشالله که دیگه ایت چهره خشنی از تو نبینیم، به چهره خوبی. و میفهمم این حرکت تو اعتراضیه دیگه، اعتراض میکنی به کشتار اطفال، درسته؟ بله. آفرین. تشکر از تو. خب، در یک قسمتی از نمایشگاه یک کودک به شکل اعتراضی آمده بود و چهره خود رنگ کرده بود تا اینکه اعتراض بکنه بر روزه جاری که ما متاسفانه در کشور خود داریم، و آرزومندیم که این شرایط عوض بشه و ما در آرامش، در صلح و در امنیت کامل بتونیم زندگی خود ادامه بدیم و دیگر هیچ هموطن ما قربانی انتحاری، جنگ و ترور نشه و آرامش بزرگترین خواسته جامعه ما می باشه. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.